مردم تلاش زیاد شد که این همبستگی جهانی به وجود بیاد. خواهش میکنم ول نکنید تا این نظام رو ساقط کنید. یک کمبودی داشتی که کمبود الان که دیگه به این حد رسیدیم، ما نیروی جایگزین میخواییم، ما دولت موقت جانشین میخواییم. از هر کی ما خواهش کردیم، تمنا کردیم، همه یه حرف میزن، هیچ کس نمید 50 نفر اعلام کنه آقای دولت ماست. بعد ما فراوان آدم داریم تو همین فرانسه مون، گفتم تاکید میکنم، ما شهردار ایرانی داریم، وکیل مجلس ایرانی داریم، در انجمن شهر ایرانی داریم، در شهرهای دیگه اروپا ما شهردار ایرانی داریم، در اکثر شهرها نمایندگان مجلس داریم، رئیس پارلمان تو اروپا، در نروژ ایرانی داریم، دومین شخصیت. در امریکا بیورلی هیلزمون جیم دلشاد رهبر بزرگی بود که شهردار بود در چند مرحله. مدیر داریم ما، مدیر زیاد داریم ما. حالا من رسماً چه نامه‌ای که برای این عزیزان فرستادم در صد تا سر جهان، ازشون دعوت کردم که یک نشستی در پاریس سریع تشکیل بشه با همه این عزیزانی که این ورور هستن و ما دولت موقت جانشین رو انتخاب کنیم با این شخصیتی که الان هست. در داخلم افراد جمونه شجا، پشت من مجلس نروژه، من یک مهاجر ایرانی که رئیس پارلمنت نروژ هستم. قسمت من این بوده در زندگی، من اینجا در امنیت و با آزادی و دموکراسی، تو در ایران زیر رگبار گلوله. همه ما که اینجا هستیم برای آینده تو پریازیم. Sich all diesen Fragen zu stellen, sie neu zu bewerten, erfordert Mut. Nicht ansatzweise so viel Mut, den die Menschen im Iran aufbringen. Schlachtruf anschließen. Natarsid, Natarsid, Moham Hasti. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Wir stehen zusammen. San Sindigi, Azadi, Jin, Jihan, Azadi. Dankeschön. Schöner Momente, für ein lächelndes Gesicht, für die Zukunft der Studierenden, gegen das aufgezwungene Paradies, für all die unschuldig Inhaftierten, für die Zukunft der afghanischen Kinder, für all die Gründe, für die es sich lohnt zu kämpfen, gegen all die leeren Parolen, für Hadis, für Nika, für Sarina, Hanone, Roshana, Neda, Dina, Ghazole, Mohammed, Amir Hussein, für all die Opfer dieser Regierung und aller repressiven Regierungen, für die Frau, Leben, Freiheit, San Zendegi Azadi. دیدین این چیزا موفقیت ایرانی ها در دنیا دوست دارین. امید تبریک. من واقعا تشکر میکنم، افتخار بزرگی برای من این موفقیت عظیمیه که من انتظارشو اگه 10 سال پیش بودم. حال شما ها چطوره؟ ولی من مدتی دیگه نمیخوابم. ما 43 سال تحقیر شدیم، زن ستیزی، کودک همسری، چند همسری، سیغه های چند ساعتی. به تمام این فلاکت ها در این 43 سال، به اعدام، به شکنجه، به شلاق، به همه اینها سکوت کردیم. اگر ما میگیم که آلمان تشکر میکنم که منو اینجا پناه دادن، من تشکر نمیکنم. آلمان باید حمایت از این تروریستان نمیکرد. ما زمانی که ما ایران بودیم، من خودم 15 سالم بود که این خمینی که فرانسه نگهداریش کرد و به ایران فرستادن، همون زمانی که هیچ کشوری حاضر نشد شاه رو راه بده، ما اون زمان رو دیدیم. اگر من میخوام بگم تشکر میکنم، فوش خواهر مادر بکنم بگم بهتره. صدامونو به گوش اروپایی ها برسونیم. من عضو پارلمان بلژیک هستم. من سعی میکنم توی دنیای پلیتیک و سیاست صدای مردم ایران باشم و به گوششون برسونم با چه رژیم کثیف و پلیدی، با چه رژیم کثیف و پلیدی سر یه میز نشستن. هرگز قبول نخواهیم کرد که با رژیمی مثل رژیم جمهوری
جمهوری اسلامی که دستش به خون عزیزان ما آغشتن سر یه میز بشینن به روی خودشون نیارن. امروز اینجا جمع شدیم به یاد تمام مظلومایی که در این انقلاب عظیم و بزرگ، در این انقلاب سرنوشت ساز که نه تنها سرنوشت ایران و ایرانی رو تغییر خواهد داد، سرنوشت خاورمیانه، منطقه، اروپا و تمام